اول برین ببینین که شما در سیستم ثبت هستین یا نه، برگه شما مدار اعتبار هست یا نه، شما در ایران قانونی هستین یا نه، برگه سر شما رو داشتن. ولی دوستای عزیز نکته رو اینجا ببینین، رفته بود افغانستان، از افغانستان آمد با برگه سبز خود رفت، گفت آقا من برگه را دارم، پول خود تحویل کرد، طرح 100 میلیون اشتراک کرد، شما را انگوش نگاری کرد، اسنادتان را پیدا کرد، برد از مرز خارج کرد. شما در طرح 100 میلیون اشتراک کردین در سیستم هستین یا نه؟ از یک گفت نه نیست، ما چه کار بکنم؟ ای خدا، ما رفتیم افغانستان یک بار، دو بار، سه بار، حالا هر، خب قاچاقی آمدن به جمهوری اسلامی، آیا برگه من مدار اعتبار هست یا خیر؟ تاریخ برگه سرشماری من تیر شده، من چیکار بکنم؟ برم برگه نو بگیرم یا به همی برگه میتونم که کارت هوشمند بگیرم؟ من یک بار، دو بار افغانستان رفتم، انگوش نگاری هم شدم، آیا برگه من باطل هست یا که اعتبار داره؟ بعضی از دوستای ما رفتن بدون از اینکه برشان پیامک بیایه به خاطر نوبدهی کارت هوشمند، این چطور میشه؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و وقت شما بخیر همتانان عزیز، امیدوارم که صحتمند و سلامت باشین و هر جای دنیا که هستین برای شما آرزوی سلامتی دارم. احمد هستم، یک بار دیگر شما را خوش آمدید میگم به برنامه جدید ما از آواز افغانستان. خیلی خوشحال هستیم که شما همتنان عزیز با خود داریم و امروز میخواییم در مورد سه نکته با شما صحبت بکنم. این سه نکات نکاتی هست در مورد کارت هوشمند هست دوستای عزیز، که بعضی از دوستا سوال کرده بود، خواستم که این موضوع را بر شما روشن کنم. یکی از سوالاتی که اکثری از شما دوستا پرسان کرده بود، او هموطنای ما که ردی مرز شده بود یا بالاخره خودشان افغانستان رفته بود، به یک نحوی برگه هم داشتن رفته بود و حالا برگشت دوباره به کشور جمهوری اسلامی ایران و خواهان ای است که برای خود کارت هوشمند بگیره. اونا پرسیدن که آقا ما رفتیم افغانستان یک بار، دو بار، سه بار، حالا هر چند باری که رفتیم در اردوگاه بایومتریک شدیم، انگشت نگاری شدیم و بعد از اون رفتیم افغانستان و دوباره هم که آمدیم دیگه با کارت هوشمند نمیشه که آدم از طریق مرز بیایه، خب قاچاقی آمدن به جمهوری اسلامی، آیا برگه من مدار اعتبار هست یا خیر؟ بعضی دوستا گفته بود که آره مدار اعتبار هست، بعضی گفته بود نه نیست، من چه کار بکنم؟ ای خدا، دوستی عزیز من برات میگم، برگه شما سر از لحظه ای که شما انگشت نگاری شدین، از مرز خارج شدین، دیگه برگه شما کلن اعتبارش از بین رفت، اعتبار نداره برگه شما. آقا جان شما را انگشت نگاری کرد، اسنادتان را پیدا کرد، برد از مرز خارج کرد، دیگه چی رقم باید اعتبار داشته باشه مدرک شما؟ به چی دلیل اعتبار داشته باشه؟ در جای یک دو سه تا دوستی ما کامنت داده بود که آقا دیگه این برگه باطل نمیشه وقتی که آدم ردی مرز کنه، چرا نمیشه؟ با چی دلیل برای شما اعتبار بده؟ شما اگه رفتین از ایران خارج شدین دیگه برای شما نمیشه که اعتبار داد. پس اوی دست هموطنان عزیز ما که از ایران رفتین خارج شدین، دیگه کارت شما مدار اعتبار نیست. یکی از مشکلاتی از دوستای ما این بود که رفتن در طرح 100 میلیون اشتراک کردن به خاطری که قبلا اینا برگه سرشماری داشتن، ولی دوستای عزیز نکته را اینجا ببینین، رفته بود افغانستان، از افغانستان آمد با برگه سبز خود رفت، گفت آقا من این برگه را دارم، پول خود تحویل کرد، در طرح 100 میلیون اشتراک کرد. این کار نکرد که برد در سیستم ببینه که آیا من در سیستم هستم یا برگه من باطل شده. پول خدا داده، ولی امروز وقتی که مراجعه کرده به خاطر دفترچه اقامت، گفته آقا جان اصلا تو در سیستم نیستی. یکی از مشکلات بزرگ شما هموطنای عزیز اینمی است که چک نکردین قبل از اینکه پول پرداخت بکنین که آیا شما در طرح 100 میلیون اشتراک کردین در سیستم هستین یا نه، برگه سرشماری شما قابل اعتبار هست یا نه. فقط دمی رقم شیندن و حالا برو که دمی طرح 100 میلیون اشتراک کنم که اینمی طرح از گیری من نرمم. اول مدارکتان رو می بردین که قابل اعتبار هست، چک می کردین، بعد از اون می آمدین می دیدین که آقا بله اگر در سیستم هستم خب من اشتراک میکنم در طرح. حالا برای ما پیامک دادین، زنگ زدین که خب ما چی کار بکنیم، پول ما رفته ولی ما در سیستم نیستیم، پول خود پس بگیریم یا نه.
وقتی که شما همونطوری هوایی پول دادین دیگه ما چیزی گفته نمیتونیم بر شما دوست عزیز. خب او ایده توصیه ما برای شما هموطنان عزیز، او ایده کسایی که هنوز در طرح اشتراک نکردین، میخواین در طرح اشتراک بکنین، برگه سرشماری دارین، اول برین ببینین که شما در سیستم ثبت هستین یا نه، برگه شما مدار اعتبار هست یا نه، شما در ایران قانونی هستین یا نه. زمانی که شما اطمینان حاصل کردین، بعد از او برین و در طرح اشتراک بکنین. طرح مزایای خود داره دوستای عزیز. اگر در سیستم نبودی، اگر مدار اعتبار نبودی، اگر قانونی زندگی نمی کردی، دیگه تو به چی دلیلی پول پرداخت بکنی؟ وقتی در طرح اشتراک میکنی که تو دفترچه اقامه داشته باشی، برگه سرشماری باید داشته باشی، نداشته باشی که نمیتونی. پس نتیجه میگیریم که اول تثبیتی ثبت سیستم بودنتون را مشخص کنین، بعد در طرح اشتراک بکنین. و موضوع دیگه دوستای عزیز این بود که حجم زیادی از دوستا پرسان کردن که آقا جان ما برگه ما مدار اعتبارش بسیار از وقت است که تمام شده و تمدید نکردیم، آیا با همی برگه ما را کارت هوشمند میدهد یا خیر؟ دوست عزیز اصلا برگه ها را دیگه دوباره تمدید نکردن. این برگه ای که شما در دستتان دارین مدار اعتبار هست، شماره که در دفتر کفالت دادین برای شما پیامک میایه، شما میرین و به خاطر گرفتن کارت هوشمند نوبت میگیرین. و یک موضوع دیگه هم قابل ذکر است دوستای عزیز که اکثر استانهایی که خیلی شلوغ نیست، شما میتونین که بدون از اینکه برای شما پیامک بیایه به او دفترهای کفالت مراجعه بکنین، موضوع رو با اونا مطرح بکنین، مخصوصا کسایی که دانشجو دارین، کارت هوشمندی دانشجو یا قبلا چاپ شده و تقریبا میاید در دفترهای کفالت آماده توزیع میشه، شما در اونجا مراجعه بکنین. اگر کارت فرزند شما چاپ شده بود که برش میدهد، اگر چاپ نشده بود برای شما وقت میدهد که فلانی تایم، فلانی روز، فلانی تاریخ شما مراجعه بکنین به دفتر کفالت و اینمی دفترچه را کارت اخذ بکنین. بازم دوستای عزیز شما زیاد ورخطایی نکنین، حتما بر شما میاد. دوستای ما میگه آقا این شروع شده اصلا برای ما پیامک نمیاد، چرا؟ حتما بر شما پیامک میاد دوستای عزیز، نگران از این موضوع نباشین، حتما بر شما پیامک میاد. اگر شما قابل دریافت کارت هوشمند داشته باشین، بر شما حتما پیامک میاد و توضیح میشه دوستای عزیز و گران قدر من. انشاءالله که مشکلات حل شوه و برای شما هموطنان عزیز آرزوی سلامتی، صحتمندی و همچنان خوشبختی و خوشحالی را دارم. سلامت باشین. اوید از هموطنان ما که هنوز چینل ما را سابسکرایب نکردین، لطفا اینم چینل که ما را سابسکرایب بکنین، زنگولک هم بزنین تا شما بعد از این از ویدیوهای جدید ما با خبر شوین. سلامت باشین هموطنان عزیز، تا برنامه های آینده شما عزیزان به خداوند یکتا میسپارم. با آواز افغانستان بمانید.